درگیری میان خودی طالبان در بغلان، کشته شدن یک صراف پسر و یک کارمندش توسط افراد ناشناس در کندز، اشک ریزی و جان فشانی نصیر فیاض به خاطر این جوان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک درگیری خودی میان نیروهای طالبان در ولسوالی برکه این ولایت 3 طالب کشته شدند. منابع 29 ثور بر روزنامه 8 صبح میگویند که این درگیری میان طالبان ازبک تبار و طالبان پشتون تبار در روستای گرداب جمالی ولسوالی برکه این ولایت در یک قرارگاه رخ داده است. به گفته منابع در نتیجه این درگیری 3 تن از طالبان پشتون تبار کشته و فرمانده این قرارگاه زخمی شده است. مسئولان محلی طالبان در بغلان در این مورد چیزی نمیگویند. گفتنی است که در این اواخر درگیری های خودی میان طالبان در شمال افزایش یافته است. گفته می شود که این 3 تن طالبان پشتون توسط یک طالب ازبک تبار کشته شده است. منابع محلی در ولایت کندز می گویند که تفنگداران و ناشناس یک صراف با پسر و مدیر صرافیش را در مرکز این ولایت تیرباران کردند. منابع 29 ثور بر روزنامه 8 صبح می گویند که این صراف بارز نام داشت و در کارته فیض‌آباد زمانی که می خواست به سمت خانه برود با پسر و یک کارمندش از سوی تفنگداران ناشناس تیرباران شدند. به گفته منابع افراد ناشناس پیش از این از آقای بارز پول خواسته بودند، اما او ابا ورزیده بود. مسئولان محلی طالبان در کندز در این مورد چیزی نگفتند. و در پایان، نصیر فیاض با نشر 3 قطعه عکس از خبرنگار روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. سیام احمد نام دارد. دیشب همراهم تماس گرفت، صدای لرزان و آهستهش نشان میداد که دیگران اعتماد به نفس گذشته و باور رسانه‌ایش حزم سیاسی روزگار شده است. این تصویرش را نیز برایم فرستاد تا نشان دهد که سیلی نامردان روزگار تا کدام حد یک خبرنگار حرفه‌ای را خرد و خمید ساخته است. از مشکلات مالی و مریضی پسرش قصه کرد و از اینکه با تماس‌های بیشمار هیچ نهاد به اصطلاح مدافع خبرنگار دستش را نگرفت. مجبور شد تا به غریبکاری تن دهد تا نان حلال و با عزت به خانواده‌اش به دست بیاورد. تا نیمه های شب خوابم نبرد و این تصویر را با آن شادابی دیروزش مقایسه می کردم. حرف امرالله صالح نابغه استخبارات دنیا یادم آمد که همین 2 روز پیش خبرنگاران را پایین ترین سطح جامعه نام برده بود. درست عین اعتقاد که اشرف غنی یار و هم فکرش نیز نسبت به صنف خبرنگاران داشت. شاید حرف آقای صالح درست باشد، چون این تصویر به خوبی نشان می دهد که یک خبرنگار چه زود شکسته می شود. شکستی که قربانی ارزش های قلم و باور به جامعه و غرور وجدان به بار می آورد. زیاد سعی کردم تا راه مستقیم تری برای یاری سیام عزیز پیدا کنم، اما آنچه که باید انجام دهم نتوانستم. این نوشته را عنوانی نهادهای فاسد و پروژه به نام مدافع خبرنگاران نوشتم که به نام خبرنگاران چه تجارت هایی که نکردند و چه صندوق های مالی که از حق خبرنگاران بنا کردند. اما نتیجهش یک تصویر سیاه، سرگردان و تنهای خبرنگاری است که هیچ عامی را کنار خود نمی بیند تا نگذارد بر زمین بیافتد. چه عضوه به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که ز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. پانوشت این تصویر را با اجازه سیام عزیز پخش کردم و اگر کدام نهاد به نام حامی خبرنگاران است، حداقل می توانند امرایش تماس بگیرید. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.